یه وقتایی راه حل درست جلوی چشممونه، فقط کافیه که خوب دقت کنیم و یادمون باشه که بعضی از فرصتها دیگه هیچ وقت تکرار نمیشن و ما میمونیم و یه عمر حسرت. کشف راز معما پیچیده است اما جادو نیست. خانم ها، آقایان، این شما و این مهمانان ویژه این عمارت، ملیکا زارعی. پژمان بازقی. لیلا اوتادی. وحید شمسایی. سلام، شبتون بخیر. از لب خیلی بخیرتون بخیر. بریم سر میز. میزی که هیچ موقع هیچی روش نیست. یعنی پذیرایی از ما نمیشه. ببینم سایه ها، بیاین سفارش. شما هم تو ترافیک گیر کردین، دمه در خیلی بله، شروع بودن. بله. چی بود؟ ماشین آتش نشانی وایستده بود. قضیه چی بود؟ من فکر کنم اینجا آتش گرفته. نه، منم دیدم. ها؟ منم ماشین آتش نشانی دیدم ولی نمی‌دونستم اینجا. فکر کردم مال مثلا محله یه آره، منم واسه همینم ترافیک شده بود، هم اومده بودم بیرون. بعدش هم چه راستی گفتی آتش نشانی؟ چقدر انسان‌های شریفی. من هفته دو سه روز میرم با بچه‌ها آتش نشانی ورزش. جدی؟ آره، من منطقه مجیدیش. اکثرشو چیزاشو میرم، ایستگاهاشو. ولی مجیدیه بیشتر میرم. خیلی انسانش، مثلا ما رفتیم داریم ورزش می‌کنیم، زنگ میدونم میرم. میدونی حالا چه؟ واقعا جونشون کف دستش. مثلا بله. یادتون باشه پلاسکو. بله. همیشه بله. یه خاطره شد. نفر بسیار بله. انسانهای شریف از خود گذشته. اینقدر دیده نشده بود کارشون. تو پلاسکو باعث شد که دیده بشه. من میگم بله. که بیستیم و برای بچه آتش نشانی دست بزنیم. بله. بله. و همه اونهایی که دارن هر روز زحمت میکشن. شما که سلامت باشن همه آتش نشانهای عزیز. بفرمایید. خواهش متشکرم. واقعا جان برکفن. البته مشاغل سخت این مملکت زیاد. بله. ما سیمبر داریم، کسایی که دکلای برق رو میزنن در مناطق صعب العبور. خیلی کار نه کار خیلی سخت و دشواریه، ولی مرزبان داریم که از مرزامون حفاظت میکنن، دفاع میکنن. یعنی اونا همیشه در حال جنگن با یه سری اشرار و یه سری کسایی که به هر حال میخوان غیر قانونی وارد شن. مشاغل سخت زیاد هست، ولی خب توی مشاغل سخت شهری واقعا آتش نشانی چیزی هست. یعنی شاید 100 بار اتفاق افتاده، داشتیم بازی میکردیم یهو زنگ خورده، همه دویدن رفتن، حالا با لباس نمیم لباس ورزشی. حتی یه فرهنگ خیلی خوبم جا افتاده اینه که مردم دوچاری مشکلی میشن دیگه خودشون خدای نکرده دست به حل اون مشکل نمیزنن، زنگ میزنن آتش نشانی میاد، عملیات امدادی. اشتباه نشه، ولی همه فکر میکنن که فقط جایی که آتش میگیری یا حریقه میرن. نه، برای تو آسانسور گیر کردن. این انگشتر بعضی وقتا دستشون میکنن، بعضیا نمیتونن انگشترشو در بیارن، نمیتونن ببرن. زنگ باید بزنن به بچه آتش نشانی، میان یه روشی دارن انگشتر از دستشون در میاد. کارهای کوچیک رو هم انجام میدن و واقعا دمشون گرم. همه فن حریف. آره، فقط تو رو خدا وقتی آتش نشانی مثلا میگه آن پراید برو کنار، برو کنار، اینجوری لج نکن، دنبالشون هم راه نمیدن. آره، اونا دارن میرن ماموریت انجام بدن. تو رو خدا این فرهنگ چی میگم، چقدر خانواده هاشون درگیر این شغل آره. سختی که در واقع همسرانشون دارن هستن. مثلا فکر کنید خانواده یک عزیزی که آتش نشان هستش و متوجه میشه یک جایی آتیش گرفته و خبرش همه جا در واقع پخش میشه، خانواده ها چه احوالی دارن، چه حس و حال تلخی دارن، چقدر ناآرومن و فقط دعا دعا میکنن که زودتر برگردن. غمگینش نکنین الان، اشکمون در نه خودش اول از همه اشکش در میاد. آقای صدا قشنگ، ما چیکاره این؟ چیکار باید بکنیم الان؟ احتمالاً سعید عباس این شما و این سعید فتی روشن. موسیقی
احوال شما روز دارید. خیلی خوش اومدید. متشکرم. خوش اومدید. میگم گوشه آتش نشانی رو شما پیش کردید. یارو آتش نشانی رو. بله. شما گفتی؟ دیدی گفتم سعید. حالا خوب خودش لباس آتش نشانی نیومد. آره. هم به دوستان آتش نشان هم اورژانس به خاطر کارهایی که انجام میدیم کلا اینجا هستن. چه کاری دیگه دوباره قراره بکنیم؟ اینجا رو میخوای آتیش بزنیم؟ الان نه، فعلا نمیخوایم جای آتیش بزنیم. اگه موافق باشید امشب شروع برنامه رو با تماشاچی انجام بدیم. عالیه. همون جوری که مثلا طرفدارای فوتسال یا فوتبال برای ورزشکارا یا تماشاگرای سینما یا تماشاگرای سینما و تلویزیون بدون تماشاگر هیچ روحی نداره. خیلی عجیب میشه بله. اصلا نباشن چه سینما چه ورزش بله. یا تماشاگر انتخاب کنیم بقیه‌شو توضیح میدن. خانم‌ها مقدم‌ترن انتخاب کنن. شما می‌خواید انتخاب کنید؟ من انتخاب آدم من انتخاب جمعمون من انتخاب بله شما بفرمایید. بزرگتر ما این شما تشریف میارید؟ تشریف میارید شما؟ خیلی عذرخواهی میکنم، من دوست دارم همه تشریف بیارن ولی معذرت میخوام چرا واقعا یه نفر رو میخوای انتخاب کنی دیگه؟ چرا اینقدر معذرت خواهی میکنی؟ یه نفر رو من انتخاب کنم شما بفهم همین آقای که این آقای شمسایی بیاد من صحبت رو انجام بدم. اینو ببینید میذارم تو دست آقای شمسایی، این باشه دست شما، این هم دست من. حالا دستون رو باز کنین، یه دونه تو دست آقای شمسایی، یه دونه تو دست من. آفری بیمزه چه کاری بود من کردم؟ بفرمایید. این هم جذاب. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. خوبی شما هستم. ببر شما نشستی. سلام آقا، خوش آمد. بفرمایید اینجا رو به من بیسی راحت دست آزاد. خب دو تا توپ دارم، همین شما دارم میخواییم اجرا کنیم. قلقلیه اتفاقا سرخه، رنگ های قرمز هم هست فقط رنگ مورد علاقه آقای بازری. بله بله، همین کاری که پژمان عزیز کرد، آقای بازری بزرگوار انجام دادن. دست تو بگی لطفا. من یکی از این توپا رو میخوام بذارم تو دست خودم و یکی از این توپا رو بذارم توی دست شما. همون گذاشتم تو دستتون، دستتون رو ببندید. آماده اید؟ دستتون بگیرید لطفا. باز کن قشنگ، باز کن من. یکی دیگه تو دست شما، سفت ببندید، برگردونید لطفا. من این توپ از دست خودم بر میدارم، میارم آروم آروم سمت دست شما. گولی آفو چه مگه؟ نه دیگه، میخوایم توپ رد چه بره. آماده ای؟ ببین ما چی میگه، چی میگه خوب با من انجام میگه با من انجام اینو اینو دو باش میکنم. آفرین آقای فرید باشم. برن باشم یه کار دیگه من انجام بدیم. چون من خودم آره جذابه، جذاب بود. یکیشو میذاری تو دست آقا پژمان، یکیشم تو دست خودم. یه دونه گذاشتی دیدین دیگه بابا بود چشم اینجوری نماد شک داشتی آقای بازفی. آقای فتی روشن باز کنیم، باز کنیم، حتما دو تاست دیگه معلومه. دم شما گرم. نمیشه فهمید. خب یه کار دیگه انجام بدم. بفرمایید. یه ذره تشبیه بیارید دستاتون رو بگیرید لطفا. آره دستا، دستا رو آستینا قشنگ یه ذره عقب‌تر که توپ نره توی دستتون. دو تا دستتون رو باز بگیری، دو تا دستتون رو باز باز. من میخوام یه توپ بذارم توی دستتون، یه توپ توی این یکی دست. این تو دست راست، این تو دست چپ. دست راست تو باز کن. این توپ توی دست راست، این یکی توی دست چپ. دست تو برگردون به من نگاه کن، نفس عمیق بکش. دستا رو میذاریم به هم.
بالا پایین بالا پایین بالا پایین بالا پایین بالا پایین. بیار سمت صورتت لطفا، بیار سمت صورتت. بله بله سمت صورتت باشه. با یک دو سه من، با یک دو سه من دستاتو باز کن. یک دو سه. جابجا نشد؟ نه دیگه. اه یه چیزی من اینجا دارم، فکر کنم مال شماست. نه ساعتش زد زد وقتی دیگه ساعتشون زد. آقا جیواتون بگیرید. زد وید زد ساعت شماست. خدمت شما آقا. ممنون و چکر. خیلی لطف کردی. هیچی دیگه بر نداشتم. و کمربند کیپ اینو زد. آقا جیواتون نیا بکن. بال بود و بودم باورت نشد. نه دو تا یا خدای خوب ازش گرفتیم. دو تا یا خدای قشنگ اومد. تازه اولشه. از این بعد همش یا خداست یا خداست. تا الان خودمون امنیت نداشتیم. از الان به بعد دیگه لوازم و وسایل و همه چی هم باید مراقبت کنیم. آدم ها وقتی که حواسشون به این نقطه‌ای پرت میشه از بقیه محیط اطرافشون غافل میشن. یعنی اونجا میشه بحث تردستی. توجهشون میره اونجا. بله بله بحث تردستی اونجا اتفاق میفته. حالا تو زندگی عادی هم این اتفاق میفته. باز مغز بعضی موقعا گول میخوره. حواسش به یه جایی پرت میشه. خیلی همون وقتی که سرمون توی گوشیامون هست کسی با اون صحبت میکنه میره میاد میگه آقا بر نداشتی اینو میگن نگفتیم متوجه نمیشه آدم. یا موقعی رانندگی من دارم رانندگی میکنم کاملا حواسم به روبروه، صدای رادیو هم بلنده، دارم میشنوم که مجری چی میگه، تلفنم که زنگ میخوره اگر بردارم شروع کنم صحبت کردن دیگه صدای رادیو رو نمیشنوم به صورت ناخودآگاه. حالا همون لحظه فکر کنید که موتور میپیچه جلو من، یه لحظه فرمون رو تکون میدم و رد میکنم موتور رو. حالا شاید مثلا یه سلام علیکی هم با موتور سوار بکنیم. بعد میگم ببخشید یه لحظه متوجه نشدم چی گفتی. یعنی اون لحظه تلفن همراهمون میره توی مرحله‌ای که الان مورد توجه مغز قرار نگیره. یعنی مغز حواسش به رانندگی جلب بشه. یعنی شما در رانندگی تلفن همراه دستتون میگیرید. همینو میخوام بگم دیگه. میخوام بگم اگه این کارو بکنن. حالا یه نکته ای هست. آفرین. بعضی از بانوان محترم میگن ما چند تا کارو همزمان میتونیم انجام بدیم. بله تمرکز داریم. یه بار دیگه خانوما اگر با پاشنه بلند با پاشنه بلند رانندگی میکنم خیلی کار سختیه. نه میگن یعنی هم تلفنی صحبت میکنم هم حواسم به غذا هست. بله. هم حواسم به کارم. قابلیت توانایی بین خودمون بمونه. اگر یه همچین موضوعی صحت داشت روی تابلوی راهنمای رانندگی مینوشتن صبح هنگام رانندگی صحبت کردن با تلفن همراه برای آقایان ممنوع است. روشون نشده. روشون شده. لطفاً خانم‌ها و آقایون تمرکزتون و حواستون و این یکی از اون خطاهای شناختیه به اسم خطای حواس جمعی. یه تعداد کارت سفید من اینجا دارم. بله. که قراره روش این دفعه خودمون یه چیزی بنویسیم. کی روی اولین کارتو مینویسه؟ خانم زاد. شما؟ قطعا کار سخت شما. دومی و چی؟ میخواید همه خودتون بنویسین اصلا؟ بله همه خودتون بنویسین؟ بسیار همه کارتا رو باید بنویسه؟ نه دو تا کارته. کارت سفید همین کارت زیریمون و کارت سفید همین کارت پایین پایینیه و بقیه کارتامون هم که سفید. سفید این سفیدا دست شما باشه. چرا اینو رو دست من میدی؟ ببینیمش. من کارت بازی و من چیزی که باید ببندم و بکوبم بدم. خانم معتادی یکی از این کاغذها رو انتخاب کنید لطفا هر کدوم میخوای. ماجیک خدمت شما. خیلی متشکرم. جنسش هم واقعا جنس کارت بله. معمولی یعنی بله. ویژه‌ای بله. نداره همون بله. چربی رو داد بله. شما دست بزنید. بله پژمان جان راجب آتش نشان ها صحبت بله. کردیم بله بله شماره
آتش نشانی رو میخوام ازتون خواهش کنم که بنویسین، خاطرتون هست دیگه 125. یه جوری اگه اینوری هم بنویسیم که بالا بزرگتر باشه یه ذره دیده بشه به دوربین ها خیلی خوبه. 25. بسیار عالی. بدید لطفا. بفرمایید. 125. میخوام رو کارته سفیدمون هم همینو بنویسیم. هر موقع گفتم. بله. آماده ای؟ این تا شده خدمت شما. اگه میخواید یه بار دیگه بازش کنید ببینید که 125. نه این 432. 432. دوستان با صدای بلند بخونید. فکر اینجا خاله شادونه است. برید به من لطفا. نوشته ما اینجاست. کجا میری؟ یه ذره فاصله بگیرم از کارتا. خیلی باحال بود. گفت دود شد رفت رو هوا. بخش اینکه ایش رفت علاکی ما نوشتیم. خودتون لطفا کارتا رو برگردونید، کارتای سفیدی که اون وسطه. دروغ نگو الان باز میگه سروشه. یا خود خدا، فقط یا خود خدا، هیچی دیگه جوابگو نیست. به خدا هیچی دیگه جوابگو نیست. عالی بود، خیلی خوب بود. مگه داری؟ تحویل بگیر. آی بازقی، چطوری این کار کرد؟ چطوری این کار کرد؟ آقا چطوری این رفت بالا قیمه فیلمو شد؟ اون دنبال قیم شدن اینجا هیچی روش نوشته نشده میشد 125. دنبال غیبی؟ بله من دنبال همه چی هستم. پس یه دفعه دیگه اینو بی زحمت بگید بلند بخونم. یه بار دیگه شماره رو بخونی. بریم برای بخش بعدیمون. بریم یه نفسی بگیریم بیاییم برای این بخش بعدی. افرین حسین، بگه ما نماز. آقا خدا به خیر کنه. عملیات 125. عملیات 125. چقدر من بچه های آتش نشانی رو دوست دارم. چقدر من خوشحالم. با گذشت زحمت کش والیبال هفته یکی دو روز میرفتیم ایستگاه مجیدیه والیبال بازی میکردیم. بچه های مشتی با معرفت. خیلی خوشحالم. خیلی شجاعانه. ولی خب الان این بندگان خدا بایستی تو ایستگاهشون در حال استراحت باشن. من نمیدونم اینجا میگه آتیش گرفته. ما ازشون خواهش کردیم گروه برنامه سازی. نه آتیش گرفته. مگه قرار آتیش بزنی؟ من یه با یه جمله شروع کنم. بله. هیچ کس دوست نداره که کسی رو آتیش بزنه، ولی اگر یه کسی توی یه جعبه ای باشه و یه زمان محدودی برای فرار داشته باشه و اون جعبه رو آتیش بزنن، احتمالاً وای میسر رو نگاه می‌کنن که تو جعبه ببینن چی میشه و بعد آتیش رو نگاه کنی. آقای فتی روشن، قسمت اول که رفتی نشست این اره ها اینجا بودم، قسمت دوم هم که میخوای بری تو آتیش، نکنین این کار. این چه خبره آخه؟ هر قسمت نگرانی، هر قسمت حال بد. آقای آتش نشان، ما خیالمون راحت باشه، ایشون هر آن یه داستانی درست میکنه دنبال درد سره، ما بسپاریمش به شما. آقا نبینی به خدا، ما شب نمیتونیم بخوابیم. یکی سعید رو از برق بکشه. آقا بعد ما کپسول میخوام خاموشش کنم، با کپسول بزن تو سرش یه ماه بخوابه. اصلا قبلا دو تا کار انجام دادیم. آقای بازقی، نقش شما، نقش ما چیه این وسط؟ شما ما تعجب نقش اصلی رو داری. چون میخوایم با آتیش کار کنیم و آتیش دیگه از کنترلمون خارجه، میخوام از شما خواهش کنم که برای اولین بار تو ردیف یک در جایگاه مهمانا بشینین که فاصله امنی رو داشته باشین. شما چی؟ شما چی؟ من همینجا هستم. جالبه. من هم موقع ما رو از اینجا من تو زندگی عادت ندارم ناخن بخورم. آره. واقعا میگم انقدر اینجوری ناخنامو اینجوری کردم عصبی شدم. به خاطر سعید و به خاطر جونش. دم شما گرم. یکی از دوستامون به رحمت خدا رفت توی مسیر. خدا بیامرزد. در آینده خدا بیامرزد. منو داری میگی در آینده خدا بیامرزد. با همین لبخند به نظرم برسن. یا علی یا میهمان رو من خشم بچه‌ها مراقب سعید برادرای آتش نشانی.
بفرمایید چهار تا صندلی ردیف اول. خسته نباشید. بفرمایید. برای اولین باره که از جایگاه تماشاچی میبینید برنامه رو. به ما گفتن اینجا. اینجا نیست جایی شما. بفرمایید. اینجا این. ببخش. من که میرم توی جعبه از سایه ها میخوام خواهش کنم که اول از همه اون صندلی رو ببرن، قفل و زنجیرا رو با هم دیگه ببینیم. از این زاویه برنامه رو تا حالا ندیده. آره والا جذاب از اونجا پس خیلی چقدر دکور از ما پذیرایی که نمی‌کنی. شما آقای فتی روشن هستی؟ چقدر دکورمون خوش. سرکار خانم زارعی به به خیلی خوش اومدید. چقدر سایه ترسناکن از این زاویه. آره. به خصوص اون که سرش پایینه تو فکر حرکت هم نمی‌کنه. یه بلایی می‌خواد سر یکی بیاره. یه توضیح بده ببینم سعی چیکار می‌خوای بکنی. قراره که ما ببندیم. نه میبندن تا خاطر میگم شعله و آتش، ولی میتونین دستبندو ببینید، قفل و زنجیرش رو محکم بکشید که چیکارش کنه؟ بکشید ببینید که قفل و زنجیر از جایی باز نشه. نه دیگه باز نمیشه قفل و زنجیر. آقای بدبین وقتی بله قراره که من دستام رو با قفل و زنجیر ببندم برم توی جعبه. دستای من بسته شده، قبل از اینکه بشینم در حالی که در جعبه باز هست یه زنجیر رو که اینم پژون جان آقای بدبین میتونم خواهش کنم وای جان شما چرا که از جایش باز نمیشه؟ از دو طرف بگیری بکشی احتمالا متوجه میشین دیگه. بگی خیلی خوب حالا دیگه. قراره که دست من به این قفل و زنجیر بسته شده باشه، در حالی که هنوز توی جعبه ننشستم زنجیر رو از این قفل رد کنی و از این دوتا حفره که روی در هست بیرون بیاریم و این بالا قفل بزنیم. دور تا دور جعبه رو تناب بستن، گره میزنن، گره ها بسته میشه به تنابی که به قرقره وصله. آقا میخوای برو سکته بدی؟ جعبه رو آتیش میزنن و جعبه رو رو به بالا میکشن. قبل از اینکه جعبه رها بشه و کامل بسوزه، توی ارتفاعی که تقریبا اینجا هست من باید دستم رو باز کنم. قفل این بالا رو میبینید که باز شد، قفل بالا باز میشه، زنجیرش خود به خود آزاد میشه، در کنار زده میشه و از همون ارتفاع میپرم پایین. پایین که پریدم دوستان آتش نشان بلافاصله جعبه رو خاموش میکنم. Build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and
and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need... در آینده خدا بیامرزد. مگی نگی هیچ کس دوست نداره که افتادن یک کسی رو از یه ارتفاع زیادی ببینه، ولی اگر یکی در حال افتادن باشه حتما وای میسنه نگاهی میکنه. آقای آتشنشان ما خیالمون راحت باشه. در آینده خدا بیامرزد. آقای آتشنشان بچه. من دیگه دارم میترسم واقعا. بچه ها این قفلاش که هست دستم. بچه رو نمیاد الان. آقا تو یه بگو فقط سالمی. آقای فتی روشن بگو فقط سالمی دیگه، بقیش مهم نیست. چه جوری از اون کجا رفته؟ اصلا ما ندیدیم. آقا بگید چون؟ مگه جلوی ما نبود؟ آقا یکی اطلاعاتی به ما بده. نه والا آقا کوشش. سایه شما هیچی نفهمیدین؟ چه جوری اومد بیرون؟ شما میگونی؟ شما دیدی؟ گوش آقای فتی روشن. آقا Thank you.
سعید کی اومد بیرون؟ من واقعا نگران شدم، گفتم اگر تو باشه که قطعا کمرش شکسته. تنها یک ساعت از آقای فتی روشن به یادگار مونده. آقای بازقی آقا نکنید این کارو دیگه، بیاین دیگه. واقعا کجا آن آقای فتی؟ من فکر کردم کمرش واقعا شکست با اون ضربی که خود. من هم حالم بده. کجاست واقعا؟ خب الان من چی کار کنم؟ من چه میدونم؟ من چه میدونم؟ هیچکس جواب نمیده. آقای صدا کجاست؟ از این به بعد ما نریم اونجا بشیم. آقای بازقی اینجا داره خطرناک میشه. من میگم دیگه نیم از فرداشم. نیم آقای همه تصویر نیم نیم. الان میگه قانونه. بچه ما یک سایه اومد. یه صدایی اومد. تموم شد. یا پایان نامه رو بودن. سایه آمد. خب آقای فتی روشن ما نداره. این ساعت شد. چیز پایانیه. ساعت مونده. بیا آقای تو هم بده. من بعد بخونم. خب الان همیشه وقتی میخواستیم بخونیم فتی روشن با همون بود. یه سایه ساعته رو چه اتفاقی واسه ش افتاده؟ بخونم الان. بخون آره دیگه، چاره نداری. برنامه تموم شد دیگه، تو ابد که نمیتونی بشی. بخونی همین قضیه. آره خیلی کم هم چند خطه؟ سه خط. یک دو سه خط. بخونم جدی؟ آره دیگه. نمیاد سعید؟ آقای فتی روشن نامه داری میخونی؟ باش میخونم. حرف از عملیات که میشه سریع دجا میزنن. دم آتش نشانا گرم. به افتخارش دست بزنم. خسته نباشی. آزم ساعت این ساعت برای آقای فتی روشنه. میگم این ساعت برای آقای فتی روشنه. برید دیگه حالا. برید چند میخوام ببرم به دستشون برسن. بقیه شو بکنم. پس که داده سایه ساعت میبنده. آقای روشن دیگه مثل نمیاد. وسایلش هم دارم. حد از عملیات که میشه سریع اتجا میزنم. امشب ناممون کوتاهه، واسه این که قرار هممون با هم بلند شیم و به احترام آتش نشانامون ایستاده دست بزنیم. شب خوش. بابا سعید بابا اینا مردن چه کاری میکنی؟ آخرش ما اصلا نفهمیم کی سعید خودش سایه شد. جالب بود. اینم سعید چه کاری میکنی؟ والا این چنگال هم زدیم زدیم بابا چیزی نشد. شب خسته نباشید. شب خوش. دمتون گرم. دمتون گرم. کجا رفتی آقای فتی رو؟ چه جوری اومدی؟ من میدونم با تو چیکار کنم.